کمیته سویدن از نهادهای مددرسانی در کشور شمرده می شود که بیش از 8000 کارمند افغان آن در 18 ولایت کشور سرگرم کار اند. اما اکنون می گوید که برخی فعالیت‌هایش در افغانستان از سوی امارت اسلامی متوقف ساخته شده و کارمندانش از خانه به کارهایشان ادامه می دهند. ما همچنان به دنبال تعامل و گفتگو با مقام‌های امارت اسلامی در سطح ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه به جلو هستیم. این در حالی است که چند پیش امارت اسلامی به علت آتش زدن یک نسخه قرآن در سویدن، فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان را ملغا اعلام کرد. کمیته سویدن در یک بخشی از این خبرنامه‌اش گفته است که این نهاد سال پار برای 133,000 کودک در افغانستان زمینه آموزش را فراهم ساخت و همچنین برای 2.5 میلیون تن خدمات بهداشتی و برای 20,000 معلول نیز کمک‌هایی را فراهم ساخته است. مؤسسات سویدنی که پیشینه چند ساله در افغانستان دارند در چارچوب قوانین افغانستان و ارزش‌های مردم افغانستان باید دوام پیدا کنه، نه تنها منو نشه، باید تسهیل شوه. بس تماندن ادارات کمک کننده سویدن در افغانستان به ضرر و به تاوان ملت افغانستان است. بنان مقامات امارت اسلامی هم باید به میتربه کردن اکتفا کنن. از توی هم سخنگوی امارت اسلامی میگوید تا هنگامی که سویدن از جهان اسلام به علت بی‌حرمتی به نسخه قرآن پوزش نطلبد، نهادهای سویدنی نمیتوانند در کشور فعالیت کنند. تمام فعالیت های سویدن را برای فعلا تا که آنها در این مورد خواهان معذرت نشن و وعده نسپارن که باز تکرار نمیشه، ما فعالیت های سویدن را متوقف کردیم. این در حالی است که یک شهروند سویدنی عراقی تبار به تاریخ 7 سرطان سال روان خورشیدی در شهر استکهلم یک نسخه قرآن کریم را پاره کرد و سپس به آتش کشید. به تاریخ 20 سرطان سال روان هجری خورشیدی، امارت اسلامی در واکنش به انجام این عمل فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان را متوقف ساخت.